تو این درس تصمیم داریم یک چشم متحرک ایجاد کنیم. این چشمی که توی لایه متنمون داریم میخوایم بهش حرکت بدیم. برای شروع کار لازمه روی کامپوزیشن لایه متنمون دابل کلیک کنیم تا وارد محیطش بشیم. در اینجا در قسمت تایتل روی تایتل لایه اصلی دابل کلیک میکنیم تا مجدد وارد محیط بشیم. اینجا لایه چشم رو داریم. لایه چشم رو انتخاب میکنیم. در قسمت لایه هامون در لایه پروژکت یک لایه اینجا داشتیم ما. این لایه. لایه چشممون هست. این لایه رو داریم. این لایه رو در ردیف دوم لایه هامون قرارش میدیم. حالا تصمیم دارم از این لایه یک کامپوزیشن ایجاد کنم. لایه رو انتخاب می کنم با کلیک بر روی سربرگ لایر توی کامپوزیشن رو داریم. در اینجا مطمئن میشیم که تیک موو آل اتریبیوت برامون فعال باشه. بر روی دکمه اوکی کلیک می کنیم. حالا می خوام یک افکت به این لایه‌مون اعمال کنیم. یه مقدار این لایه رو به سمت پایین می کشم و این لایه رو به سمت بالا. به این صورت. در قسمت افکت هامون افکت CC 1 فاصله و S رو تایپ میکنیم. اینجا افکت CC اسفیر رو داریم. انتخاب و درگش میکنیم روی این لایه‌مون. میبینیم که این لایه چشممون یک حالت سه‌بعدی به خودش گرفته. در قسمت ردیوس مقدار شعاع رو میتونیم کم کنیم. در قسمت رندر از لیست باز شو نوع اوتساید رو انتخاب میکنیم. من اینجا به درون کامپوزیشن این لایه برمیگردم و اندازه لایه که خیلی بزرگ هستش رو کوچکتر میکنم. ابتدا روی یکی از این چند گوشه این تصویرمون کلیک میکنم. سپس کلید شیفت از صفحه کلید رو هم پایین نگه میدارم تا طول و عرض همزمان با هم تغییر کنه. اندازه رو کوچیک میکنم. حالا مجدد به لایه‌مون برمیگردیم. دقت کنید که ما هرچه اندازه این لایه‌مون رو کوچیک‌تر میکنیم مقدار مردمک چشم هم کوچیک‌تر میشه. حالا من مجددن یه همین لایه کامپوزیشنمون دابل کلیک میکنم و اندازه این تصویرمون رو کوچیک‌تر می‌کنم. حالا این اندازه‌اش خیلی کوچیکه، یه مقدار بزرگتر. تو این اندازه اگر مجدد به لایه برگردم می‌بینیم که به این صورت قرار گرفته. این مقدار اندازه بیشتر برای این بود که کارو نشون بدم. مجدد روی لایه برمیگردم و اندازه رو دقیقاً منطبق با اندازه صفحه همون ایجاد میکنم. به این صورت. حالا برمیگردم روی لایه و تصویر رو داریم. با کلیک بر روی لایه افکتی که روی اون اعمال کردیم برامون نشون داده میشه. در قسمت آفست میتونیم دقیقا مکان این چشممون رو مشخص کنیم. من روی این آفست کلیک میکنم و دقیقا میخوام اینجا مردمک چشم رو هدف بگیرم و مشخص کنم. به این صورت. در حال حاضر همینطور که میبینیم اندازه این چشم از چشم روی متن ما بزرگتره. یه مقدار کوچیکش میکنم و با استفاده از زاویه های ردیوس میتونیم جابجا کنیم و دقیقا وسط قرارش بدیم. یا اینکه به صورت دستی هم میتونیم دقیقا تنظیمش کنیم. به این صورت. با کلیک بر روی لیست بازشوی لایت میتونیم مقدار روشنایی چشممون رو اینجا بیشتر کنیم. به این صورت. همچنین اینجا میتونیم جهت نور رو تغییر بدیم.
حالا در هر جهتی که مناسب میدونیم. همچنین تغییراتی تو این قسمت میتونیم تغییراتی در اطراف مردمک ایجاد میشه. در قسمت رکنس میتونیم سختی چشم رو بیشتر کنیم. رفلکتیو رو به همین صورت. اگر ما اینجا روی این لایه‌مون کلیک کنیم و حرف تی رو بزنیم تا اوپاسیتی برامون نشون داده بشه، مقدار اوپاسیتی این لایه رو اگر کم کنیم روشنایی چشممون زیاد میشه. همینطور که ملاحظه میکنیم یک لایه سه‌بعدی کامل هستش، چشم سه‌بعدی کامل هستش و خیلی عالی برامون قرار گرفته. حالا اگر بخوایم به چشم یک حرکت بدیم و متحرکش کنیم، باید روی این لایه‌مون دابل کلیک کنیم و اینجا این لایه رو داشته باشیم. با کلیک بر روی حرف پی پوزیشن رو اینجا داریم. حالا لازمه که خط زمان رو در ابتدای زمان قرار بدیم. یه مقدار از ابتدا فاصله میگیریم در اندازه 3 فریم. در همین نقطه یک کی فریم ابتدا ایجاد میکنیم و به اندازه 5 فریم مجدد به جلو حرکت میکنیم. در این نقطه بعد از تغییر اندازه 5 فریم این لایه رو با گرفتن کلید شیفت به سمت چپ حرکتش میدم. در این نقطه زیاد جابجا نمی کنیم. حالا به اندازه 132 به این صورت مجدد میبینیم که یک کی فریم جدید ایجاد شد. برای اینکه متوجه بشیم به اندازه کافی به سمت چپ اومدیم یا نه، به لایه‌مون برمیگرد. چیزی که مشاهده میکنیم اینیم زیاد به سمت چپ حرکت کردیم. اگر مجدد به لایه بریم و اینجا لایه رو با کلیک کردن یه مقدار به سمت راست حرکتش میدیم، اگر اینجا دقت کنین مشاهده میشه. هنوز میتونیم اگر الان برگردیم بینج یه مقدار ازش کم کنیم. خیلی اینجا کی فریم اضافه ایجاد شد. من اینو حذف میکنم. روی همین کی فریم نقطه 169 رو تایپ میکنم. برای اینکه بیشتر فریم به سمت راست حرکت کنه، احساس میکنم مقدار 169 رو حالا اگر بیشترش کنم به این اندازه برگردیم ببینیم. اینطوری فکر میکنم بهتر که حالا چشم دقیقا مستقیم قرار میگیره. اگر بخوایم اینجا الان سرعت حرکت چشم رو بیشتر کنیم، این فریم رو انتخاب میکنیم، این کی فریم رو انتخاب میکنیم و به این کی فریم دیگه نزدیک میکنیم. حتی میتونیم یک فریم دیگر رو هم بهش نزدیک کنیم. حالا لازمه که به کامپوزیشن اصلیمون برگردیم و ببینیم که این فریممون کجا هستش. فریم چشممون که تو این نقطه قرار داره. اینجا این لایه متنمونه. در آخرین نقطه این لایه متن خط زمانمون رو قرار میدیم و روی این لایه دابل کلیک میکنیم. ما اینجا باید ببینیم در کجا لایه متن ما تموم میشه.
در آخرین نقطه که حالا اینجا باشه، جایی هستش که لایه متنمون تموم میشه. میریم اینجا روی لایه متن دابل کلیک میکنیم. در این قسمت برامون مشخص شده که کجا لایه متنمون تموم میشه. وارد لایه متن اصلی میشیم و تا به این لایه چشممون برسیم. تو این نقطه با زدن کلید ستاره شیفت رو بگیریم و کلید ستاره رو بزنیم، میتونیم یک نشانگر ایجاد کنیم. حالا میتونم که این من میام اینجا روی این کیفریم کلیک میکنم و کلید کنترل و سی رو میزنم، یک کپی ازش ایجاد میشه. در فریم 16 کنترل وی رو اگر بزنم، این کیفریم اینجا قرار میگیره. مجدد اینجا به اندازه دو تا فریم جلو میرم و پیجدان رو اگر بزنم به اندازه دو تا فریم جلو میریم و حالا این تصویر رو یه مقدار به سمت بالا حرکتش میدم و همچنین یه مقدار به سمت راست جابجاش میکنم. اندازه 235 تغییرش میدم و این هم به اندازه 118 اگر بگیریم. مجدد چند فریم به سمت جلو حرکت میکنم و آخرین کی فریم رو کپی میکنم و در این قسمت در این نقطه کپی کنترل سی رو میزنم و در چند فریم جلوتر کنترل وی رو میزنم تا کی فریم تو این نقطه برامون پیس بشه و به اندازه یک یا دو فریم جابجا میشیم مجدد و کی فریم بعدی رو ایجاد میکنیم. کلید شیفت رو میگیرم که دقیقا مستقیم بیام پایین. حالا اگرم به صورت دستی تایپ کنیم تو این نقطه قرارش میدیم. مجدد چند فریم به جلو حرکت میکنم تو این نقطه، همینطور که همون کاری که در کی فریم های قبلی میکردیم، کنترل سی کپی به جلو حرکت میکنیم و در این نقطه کنترل وی رو میزنیم. کپی نشده ظاهرن.